این نمایشگاه با حضور معین وزارت تجارت و صنایع کشور، مسئولان اتاق تجارت و صنایع، سفیر پاکستان در کابل و شماری از بازرگانان هر دو کشور گشایش یافت. در این نمایشگاه محصولات و تولیدات پاکستان مشمول وسایل برقی، ادویه و لباس برای دو روز عرضه می شود. محمد صادق‌خان سفیر پاکستان در کابل در سخنان ضمن مؤثر دانستن نقش تجارت در حل مشکلات میان دو کشور، خواستار جدا شدن سیاست از تجارت شد. در سیاست سے جوڑا نہ ہو چہ ہر کلا من تجارت کے سیاست راست نو تجارت برست پاتی شی اور نقصان بچاتی نقصان با د افغانستان غریب خلکو تئی د پاکستان غریب خلکو د نقصان دی نو راشی چہ تجارت نہ بالکل سیاست خو. در همین حال مقامات افغان برگزاری این نمایشگاه را در بهبود و گسترش روابط میان بازرگانان دو کشور مهم دانسته و تأکید کردند که این نمایشگاه ها افزون بر تقویت بنیه های اقتصادی دو کشور، زمینه صلح و ثبات را نیز مساعد می سازد. داشتن یک قرارداد، یک روابط بسیار خوب بین هر دو حیاتی است، هم برای افغانستان کشور افغانستان، هم برای کشور پاکستان و برای هر دو از نظر تجارت حیاتی است و برای تامین صلح و امنیت، تقویه روابط دوستی بین دو کشور برادر همیشه از این صحبت، از این محافل، از این مجالس شروع میشه، از کار تجارت شروع میشه. راشی په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړو، دا د آسیا زړه ده او د آسیا لپاره دروازې دي. که د کراچۍ یا د اسلام آباد نه مونږ تولیدات راوړو او په آسیا مهنت یې رسو، افغانستان کې ډېره ښه زمینه برابره ده. که چېرته مونږ د سیمنټو په برخه کې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړو، که چېرته مونږ د مواد زراعتي یا د نورو بخشونو کې ډیر بخشونو کې افغانستان ته داخل افغانستان کې ضرورت ده او همسایه ملکونو ته هم ضرورت ده. با این حال شماری از مسئولان اتاق تجارت کشور با ابراز نگرانی از ورود اجناس بیکیفیت از پاکستان به داخل کشور، خواستار توجه بیشتر مقامات پاکستانی و بازرگانان افغان در پاکستان شدند. لوی چلنج سره چې موږ مخامخ یو، هغه دا ده چې زموږ په بازار کې متاسفانه د پاکستان د لوګو د لاندې بیکیفیته جنسونه راځي. دا بیکیفیته جنسونه نه تنها چې زموږ خلکو صحت ته ضرر رسوي، بلکې زموږ د خلکو اقتصاد ته ضرر رسوي. توجه و رسیدگی به مشکلات آن عاده تاجران محترم افغانی که در پاکستان سرمایه گذاری نموده اند و عملا مشغول تجارت هستند. دو، رسیدگی مقامات پاکستان به موانع و مشکلاتی که تاجران افغان در بخش ترانزیت و انتقال اموال وارداتی و صادراتیشان در پاکستان به آن مواجه هستند. سه، توجه و رسیدگی به مشکلات کمپانی های ترانسپورتی افغانی که در نقاط مختلف پاکستان باعث اذیت و آزار افراد و یا مسئولین می گردد. بر مبنای گفته های مقامات افغان، میزان واردات افغانستان از پاکستان 2 میلیارد دلار و صادرات محصولات افغانستان به پاکستان کمتر از 200 میلیون دلار می باشد.